بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله بغيب فإن برنا ميدانت كسايك داس من از غيب رب غير از الله يعني سبحان الله سبحانه وحده مختص بعلم غيب هیچ کسی از ملک و یا نبی و ولی و مولوی و هر کسی که باشه غیب نمیفهمه هیچ بشری غیر از الله علام الغیوب است. قرطبی میگه نازل شده درباره مشرکین که سوال کردن رسول الله صلی الله علیه و آله از قیام ساعت گفت غیب هیچ کس نمیفهمه. این آیت چقدر واضح است، تا که نگوی لا اله الا الله مؤمن نیستی، همین تو اگر نگوی که لا یعلم الغیب الا الله باز هم ایمان نداری. بگو که غیب نمیفهمد به غیر از الله و ما یشعرون ایان یبعثون، نمیدانن اینا که کی بشر و انسان از قبرها میخیزن پیش الله میرن، هیچ نمیفهمن. بل دارک علمهم فی الاخره بل هم فی شک منها بل هم منها عمون. بل دارک بلکه متتابع و پیوست شده گیست علم از اینا درباره آخرت، یعنی علم مشتکین به آخرت احوالش پیوست شده گیست، یعنی گردوار شده گیست، تا اینکه سوال میکنن از قیام و قیامت در حالی که تصدیق نمیکنن به قیامت، چرا سوال میکنن؟ یعنی گردوار شده گیست علمشان به قیامت، گاهی میگن نیست، گاهی میگن کی است، اگر تو انکار میکنی چرا نیست میگی؟ بل هم فی شک منا، بلکه یا شک دارن در آخرت تصدیق نمیکنن و میخاطر ناد مکابره میکنن. بل هم من هامون، بلکه اینا از قیامت کور هستن، یعنی قلبا کور هستن، بصیرت ندارن که فکر کنن و دلایل ببینن، مشغول هستن به لذات نفسانی خدا، شهوت بطن و فرج، در شهوت بطن و فرج خدا اینا اشکم میایشون مصروف هستن. الله اینا را مثل چارپایا گردانیدگیست که هیچ فکر نمیکنن نمیبینن. ابن کثیر میگه شک دارند در وقوع قیامت وجودش، بلکه در کوری قلب هستند، جهل بزرگ هستند در امر قیامت، در کار قیامت. و قال الذين كفروا اذا كنا ترابا انا لمخرجون، میگن کافرا وقتی خاک شویم ما و پدرای ما آیا دوباره بیرون کرده میشویم؟ یعنی این را بعید میدانند. قبلا دلایل بیان کرد که الله واحد شریک نداره، حال شبهاتشون درباره قیامت بیان میکند که کافران میگویند مشرکین مکه و دیگه کافران تا قیامت، کسایی که از قیامت منکر است وقتی خاک شویم پدرای ما دوباره پس زنده میشیم؟ نی یعنی نی نی نمیشه، ای استفهام انکاری است. لقد وعدنا هذا نحن وابانا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، بدون شک. یا میگن چرا قبول نداریم؟ وعده شده بود، وعده شده بود به ما و بعض بعد الموت، مثل که دیگه انبیا وعده داده بودن و ما را و پدرای ما را پیش از، یعنی پیش از محمد دیگه هم میگه پا را گفته بودن. اگر این حق می بود میامد، کی میه؟ این ها دا الا ساطیر الاولین، نیستی قیامت مگر خرافات و افسانه ها و سابقه هست مردم های پیشین است، یعنی از قیامت انکار میکنن و ترک میکنن آن چیزی را که به اینا است. قیامت انکار میکنن و فراموش میکنن که اینا از نیستی پیدا شدن. خیلی اگه ای تو کجا بودی؟ چند وقت پیشش وجود نداشتی، الله خلقت کرد، پس قدرت داره که دوباره پیدا کنه. در حال اگه پرسانش میکنی که تو را کی پیدا کنه، میگه فالله. وقتی که اول مرتبه الله پیدایت کرده، دومش خواستان است. قل سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المجرمین، بگو ای پیغمبر به کافرها بروین در اطراف زمین و او کسایی که هلاک شده ببینین، فنظرو ببینین به نظر عبرت که چی گونه شد انجام مجرمین، کسایی که تکذیب کردن انبیا را، آیا الله هلاکشان نکرده؟ بر مجرمین چی پیش شده؟ بر شما هم پیش میشه، توبه بکنین، دهی وعید است. ولا تحزن علیهم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، غمگین نشوی پیامبر، به اینا اظهار افسوسی نکو و نشوده تنگی از اون چیزایی که اینا پلان میگیرن، ایمان نمیارن، یعنی یمکرون استراتیجی ها جور میکنن به ضد تو، الله تو را حفاظت میکند. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، میگوین کافرها کسی وعده گراست میگن، استهزان میگفتن کی میاد قیامت؟ خطاب به نبی مؤمنین است، اگر شما راست میگین پیغمبر مؤمنین کی است؟ قل بگو عسى یکون رد فلکم بعد الذی تستعجلون، بگو یقینا می شود نزدیک از برای شما بعضی چیزهای که شما عجله میکنین، یعنی عذاب میخواین. عسى ان یکون ردف یعنی قربه، یقینا نزدیک است
دنا و قرب منکم بعض بعضش نزدیک شده است، بعضی چیزایی را که میخواین مفسرین میگه آنچه که برشان قتل رسید اسیر شدن، یعنی بعضی عذاب ها برتان نزدیک شده، جنگ بدر میه مردار میشین وارخطا نشین. و این ربک لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، بدون شک رب تو صاحب فضل است با بالای مردم، یعنی با وجودی که اینا عذاب میخوان زود عذاب نمیته و کفر هم اسباب عذاب هم وجود داره، این فضل الله، لیکن اکثر مردم سپاسگزاری این نعمت های الله را نمی کند. و این ربک یعلم ما تکن صدور و ما یعلنون، بدون شک رب تو عالم است میداند آنچه که پنهان میکنه سینه زینا، آنچه که آشکارا میکنند دشمنی و عداوت با پیامبر و مؤمنین الله میفهمد. و ما من غایبت فی السماء والارض فی الله فی کتاب مبین، آل علم محیط خدا بیان میکنه، نیست هیچ چیزی که غایبه پنهان شونده در آسمان و زمین، هر قدر چیز پنهان باشد یعنی پنهان شده نمیتونه نه در آسمان نه در زمین، الله مگر به علم داره و در کتاب مبین لو محفوظ ثبت است، هیچ چیز از الله پنهان نمیشه. عبدالله بن عباس میگه هیچ چیز نیست که سر فی السماوات، کدام رازی در آسمان و زمین نیست پنهان شاید یا آشکارا مگر پیش الله و در علم الله است. ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذين فيه يختلفون، بدون شک قرآن قبلا مبدا و معاد نبوت بیان کرد، حال قرآن میگه که بزرگترین دلیل است و معجزه است به صداقت رسول الله صلی الله علیه و آله، یقینا این قرآن یقص بیان میکنه به بنی اسرائیل اکثر الذين فيه يختلفون، اکثر چیزایی که اینا اختلاف میکردن، یعنی قرآن حقانیت پیامبر به است که قرآن سعی کنیم بیان میکند، چقدر صفات خوب دارد که یکی منزل است و خاتم الرسل آمدگی است، کتاب است، حق است، بیان میکند برای اهل کتاب آنچه که در دین اختلاف کردن، یعنی بعض عقیده شرکی و اینا، مثلا درباره عیسی علیه السلام درباره عزیر و اینا عقاید کفری و شرکی را ایجاد کردن، به فرقه ها تبدیل شدن که یکیش دیگه خدا لعنت میگوید، همی یهود نصارا اگر یا منصف می بودن اسلام می آوردن، زیرا قرآن آمدگی است به یک دلیل بسیار قاطع، و این نهو لهودا و رحمت للمؤمنین، و رحمت للمؤمنین بدون شکی قرآن هدایت است برای کل دنیا، رحمت است برای مؤمنین است، یا هدایت برای قلوب مؤمنین است، دلالت رحمت از عذاب است. قرطبی میگه مؤمنین خاص کرد به ذکر، چرا؟ زیرا یا نفع میگیرن، اگر هدایت برای کل دنیا است للناس. و این ربک یقضی بینهم بحکمی و هو العزیز العلیم، بدون شک رب تو پیامبر فیصله میکنه در بین بنی اسرائیل در روز قیامت به حکم عادلانه خود، با امر عادلانه و قضای یقینی، و حق از باطل جدا میکند، و هو العزیز العلیم، الله غالب است، هیچ چیزی را مغلوب کرده نمیتونه، امر شرط کرده نمیتونه، علیم از بافعال عباد، هیچ چیزی از پنهان نمیشه. فتوکل علی الله انک علی الحق المبین، آل عذاب بیان میکنه پیامبر، توکل اعتماد بکنه پیامبر در تمام کارایت با الله، الله تو را نصرت میکنه، انک علی الحق المبین، بدون شک تو ای پیامبر، بدون شک تو به حق آشکارا هستی، عاقبت برای تو است به نصرت در برابر کفار، یعنی تو به حق روان هستی، هر کسی که به حق باشه الله امور نصرت میکند. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرين، بدون شک تو ای پیامبر شنونده نمیتونی کافرایی را که مثل مرده هستند، بخاطر که یا تدبر نمیکنن، عبرت نمیگیرن، یا مثل مرده هستن، حس ندارن، عقل ندارن، این حواسشان حق که درک نکند گویا که هیچ ندارن، مثل که مرده هیچ نمیشنه و نمیبینه، ندرک میکنه، یا مثل مرده هستن. ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین، و تون سنونده نمیتونی دعا و دعوت و ندایت را به کی؟ از ثم به کرها، امی دعوت تا به کسی کر باشه، این وقتی که تذکیر و پند بیتینا را دعوتشان کنی به ایمان، خصوصا وقتی که پشت بگردانه، یکی کنه دیگه پشت بگردانه هیچ دیگه، یعنی یا مثل کرای هستن که در گوشایشان وزبی نیست، هیچ آواز قبول نمیکنن دعوت، خصوصا که میگریزن روی میگردانن، اصلا وقتی که پشت بگردانه هر کدر چیق دی هیچ نمیفهمه، اگر در گوشش چیق دی شگه کمی شاید بفهمه، بخاطر بود مسافه کسی را بیخی کر میکنه. از این حد فهمیده میشه که مرده نمیشنوه، مگر امو احادیثی که صریح هست در بعض مکانها، نو که در قبر میمانی دیگه مرده نمیشنوه، مثل که کافر میگه مثل مرده است، حواسش ختم است. و ما انت بهذا العمیان دلالتهم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، نیستی تو ای پیامبر هدایت کنده کور از گمراهیشان، یعنی دعوت و توان تو نیست که کور کسی قلبش کور شده از کفر و دلالتش بگردانی، این هیچ
این تسمی الله ما یؤمن به آیتنا نمیشنوانی تو، بس مایی که تدبر افهام باشد مگر مؤمنین، کسی که ایمان میارد بازوات منقاد است، اونا را میتونی و اونا دعوت تو را قبول میکنن. کسی هستند که منقاد هستن، اسلام آوردن، روحایشان ما و اصلا روحای ذات خدا نتابع کردن بخاطر رحمان ذات. الله تشبیه داده کسی که نمیشنون فکر نمیکنه به مرداد، ای که نمیشنون ما این کانو احیان، اگر که یا زنده هستند با تشبیه داد به کرا به کور، اگر که حواسشون سلیم است باز تاکید کرد که هیچ نمیشنون ازا ولو مدبرین، جرا کر که پشت بگردانه بیخی دیگه هیچ نمیشنون. یا عدم سما بالکلی هدف از یادتی است که این کافرا مثل مرده هستن، مثل کرا هستن، مثل کورا هستن، نمی فهمن، نمی شنن، نمی بینن و به هیچ چیز توجه هم نمی کنن با دلائل، پس خود غمگین نساز. و اذا وقع علیهم القول اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم ان الناس کانو بی آیاتنا لا یقینون. وقتی که واقع شد ببالای زینا سخن این بیان است آنچه که پیش روی قیامت میاد، یعنی اذا وقع یعنی اذا قربه، وقتی که نزدیک شد نزول عذاب آمدن قیامت علی ببالای کافرا، وقت عذاب میاد قیامت، اخرجنا لهم دابتا من الارض بیرون میکنیم از برای کفار، یک معجزه کلان، یک نشانی بزرگ قیامت کوچیست دابتا من الارض، دابه ارض یعنی یک حرکت کننده در روی زمین گب میزند با امرای از اینا، تو کلمون با امرای کافرا چی گب میزنه مناظره میکند که ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون. از جمله کلام شیست که لعنت الله به ظالمین، که مردمایی که به آیات الله ایمان نمیاره یقین نمیکند، از جمله گپای شینی است. یعنی خروج دابه اشراط ساعت است، یکی از علامه های قیامت است. در این بار حدیث صحیح است بخاری، لا تقوم الساعه، قیامت قائم نمیشه. رسول الله صلی الله علیه و آله حتی تروا عشرا تا اینکه ببینین شما عشر آیات، ده نشانه ها را ببینین، تا ده نشانه را نبینین قیامت نمیاد. و حساب کرد یک دو سه، و عد منها طلوع شمس، طلوع آفتاب از طرف غرب و خروج دابه، بیرون شدن یک دابه. یه حدیث امام احمد در صحیح مسلم هم است که اول آیات که خارج میشه طلوع شمس آفتاب از طرف غرب میاد، با توبه هم قبول نمیشه، از طرف غرب این طرف، از شرق میاد، از این طرف میاد، خروج دابه به مردم در وقت چاش بیرون میشه، هر کدامیش که بیرون شد دیگهش در عقبش میاد. ابن کثیر میگه که این دابه بیرون میشه در آخر زمان، در وقتی که مردم فاسد شده کاملا و اوامر الله را ترک کرد، دین الله را تبدیل کرده هستن، گب میزنه به امراشان مخاطبه میکنند. عبدالله ابن عباس میگه که کلامی را میگه برشان، باز میگوید که این مردم با آیات الله یقین نمیکنند. روایت شده که خروجش در وقتی است که خیر قطع میشد، ولای عمر بالمعروف، کسی به نیکی امر نمیکند، از گناه منع نمیکند، می تو مردم بیخی فاسد میشد، گناه و زنا در هر جای وجود می داشته باشد، ولای ابقا منیب باقی نمیمانم، منیب طلبگار حق و نه تائب توبه کننده، یک نشانه خاص است، خارق خلاف عادت است، یعنی خلاف خارق العاده مثل معجزه واری. باز الله تعالی بعض مشاهد قیامت بیان میکند، این میایه در وقت باز هر که ایمان بیاره ایمانش قبول نمیشه، کافرها را سرش تاپی کفر زده میره. و یوم نحشر من کل امت فوجا مما یکذب بآیاتنا فهم یوزعون. یاد کن روزی را که جمع میکنیم از هر امت فوجا، روز حساب، روز قیامت، از هر جماعت یک امت و جماعت بیرون میکنیم، فوج ممن از او کسایی و کذب بیاتنا که تکذیب کرده بودن آیات ما را، یعنی انکار کرده بودن، فهم یوزاون، پس اینا جمع میشن جدا جدا سوق داده میشن، مثل که چارپایه را میبری، همین قسم جماعت جماعت حبس میشه، اولشان از آخرش تا که دیگهش بیان دیگهش بیان بازو برده میشه، دیگهش جدا جدا میشن، مثل که وام تازولیام و ایوها المجرمون، جدا شوین این مجرمین. حتی اذا جاو قالا کذبتم بی آیاتی ولم تحیطو بی علما اما اذا کنتم تعملون. تا اینکه میان اینا در موقف حساب روز قیامت کلگی میاد، در موقف حساب سوال قال الله برشان میگه اکذبتم، یعنی توبیخشان میکند، تهدیدشان می علامتشان میکند، آیا شما تکذیب انکار کردین آیات مرا، آیاتایی که به انبیا روان کرده بود و محکام دستورات وحیه، یعنی بدون فکر، بدون از اینکه شما دی تدبر کنین ببینین، هر قدر برتان میگفت پروا نکردین، ولم تحیطو به علما، و احاطه نکرده بودین به علم را، یعنی فکر نکردین و
نظر نکردین، تو نظری که محیط میشد به علم، به حقیقت ازی یا معرفت صدقش، یعنی چیزی که شما نمیفهمیدین انکار کردین. چرا انکار کردین؟ واقعا کسی کسی را دعوت میتواند سر از او فکر کنه، اگر فکر نکرد سبب علاقتش هست. اینجا دعوت هست دیگه هست، اینجا کسی که به پروا میرم یا من قصهش نیستم، این خطرناک هست. اما اذا کنتم تعملون، از چی چیز اینجا هم توبیخ هست بر اینا دیگه؟ کدام چیز بود که شما عمل میکردین در دنیا؟ چی چیز بود که عمل میکردین؟ یعنی اول گفت تکذیب کردین، باز استفهام برشان میگه که چی چیز بود که عمل میکردین؟ یعنی کفر و شرک بود. و وقع القول علیهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، واقع میشد. یعنی اینا خبر عذاب به بالاشون به سبب ظلمشان، یعنی حیران میمانن اینا، هیچ جواب نداره. و وقع القول، یعنی قامت علیهم الحجه، حجت به بالاشون قائم میشه به سبب چی؟ ظلمشان، تکذیبشان. فهم لا ينطقون، اینا گپ زدن نمیتونن در روز قیامت، هیچ عذر و بهانه و دلیلی ندارن که پیش کنن، و در حالی که مصروف هستن به عذاب از جواب. این حالت مجرم است. وقتی که دلایل برش پیش میکنیم، یلجم لسان و زبانش بند میشنی، باز قلبش مسترب میشه که میگه این کار کرده، این کار دست و پایش میلرزه، باز میفهمه که ما بد کرده ایم. ثم لما ذکر الله، وقتی که الله تعالی حالات قیامت شدتش بیان کرد، آل دلایل بیان میکنه به توحید و بس بعد الموت ارشاد میکنه به ایمان. اولم یرو انا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. آیا نمیبینن این کافرها قدرت الله را نمیبینن که عبرت بگیرن؟ بدون شک ما گردانیدیم شب را، یعنی شب چی گردانیدیم؟ ما مظلما تاریک کردیم. هدف چی است؟ لیسکنوا فی، تا که آرام بکنن، خواب بکنن، استراحت کنن. در روز بسیار مانده میشه، الله میگه ما شب پیدا کردیم که استراحت کنن. و نور گردانیدیم روز چی؟ و نهار مبصرا، روز روشن است، منیر است، مشرق است، به خاطر که تصرف کنن، کاروبار حلال بکنن، رزق حلال به دست بیارن. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بدون شک در آوردن شب و روز، دراز و کوتاه کردنش از تاریکی به روشنی، از روشنی به تاریکی، دلایل قوی است. هر آن که الله قدرت داره، حیات داره، وجود داره، میبینه، و این دلایل قاطع به قدرت الله است. کسی که تصدیق میکنه و عبرت میگیره، تا بال کسی نگفته که یافتاب شب روز من میارم، یک ذات ادا کرده که الله است، خلاص وظیفه میده میشه که نمو از دیگه کسی نیست. حال اشاره میکند الله به آخرت. و یوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوا داخرين. یاد کو روزی را که پف کرده میشود در سور، اسرافیل پف میکنه در سور که مثل شاخ گاو کل کائنات در دهن از او است. ففزع، این نفخی فزع است، بیوشی. ففزع یعنی بیوش میشود کسایی که در آسمان و زمین است. هیچ کس نمیمانه اهل آسمان و زمین مگر میترسه و حیبتناک میشود. الا من شاء الله، مگر کسایی که الله خواسته باشد. اونا کیست؟ ملائکه و انبیا و شهدا، اینا میمانند. مفسرین میگه این نفخه فزع است، پف میشه که همه کائنات حیبتناک میشن و در حیبت وحشت در دلشان میفته. بعد نفخه دیگه میاد که مرگ است. اول حیبت زده میشه، باز دیگه میاد، بعد از این باز سه نفخه، نفخه نشور است، خروج از قبرها. کلگی باز قیام میکنن، استاد میشن پیش رب العالمین. ابو هریره میگه ان الملک لو فی السور ثلاث نفخات، سه پف میکند اسرافیل کائنات. یکی فضا حیبت میاد، این تو یک حیبت به کل انسان ها پیدا میشه، مرده و زنده. دوم حیات دنیا کلگی ختم میشه. سه اون فضا یک حیبت بزرگ است که کلگی پس زنده میشه. و نفخت و ساقی، و نفعی ساق، نفعی قیام از قبور، که یکی نفخی حیات پیش است، قیام قیامت است، دو دانی دیگه در عقبش. ای را ابو حیان هم آورده. و کلون اتاو داخرین، هر یکی زینمی مرده ها که هست میان پیش الله، مرده هایی که مردگیستن میان پیش الله، الله زندهشان میکنه. داخرین در حالی که ذلیل میباشن، اطاعت کننده می باشند. در روز قیامت کل ای می ما تابعدار است می الله. و تر الجبال تحسب و جامدتا و یتمر مر سحاب سن الله الذی اتقن کل شیء و خبیر بما تفعلون. می بینی کوها را در اون وقت ای مخاطب،
کواره چه قسم میبینی تا تحسبها جامده، گمان میکنی که محکم در زمین است، در حالی که وی تمر مر سحاب، مثل ابر واری روان است، دا هوا میره، پختک میره دا هوا. و تکون الجبال کالعهن المنفوش، پختره که میزنی به طرف هوا میره، کوابه میکلانیش. این قدر یک شدت است، این غیر از الله هیچ کسی تو شدت آورده نمیتانه. و این تسیر و سیر سریع میکند، مثل ابر واری به سرعت میره، یکی در دیگهش میخوره پاش پاش میشه. امام فخرالدین رازی میگه وجه حسبانش نیست که گمان میکنه جامد است، به خاطر که اجسام بزرگ که حرکت کند، حرکت سریع به یک طریقه برد، گمان میکنه یک انسان که استاده، در حالی که به یک طریقه میره، این در حالی که روان است سریع. در این آیت کریمه تکاد و تکون سریعتا، یعنی قریب سریع است در حرکت عرض و دورانش. میگه این آیت سریع است که زمین میگرده، یکی از معجزات قرآنی است، علمی است که علماء ایره نمی فهمید، مگر در عصر نو فهمیدن که زمین حرکت میکند. میره میگه تو فکر میکنی استاد در حالی که روانه، خب یعنی جسم کلان که بره، امیال ما فکر میکنیم که زمین استاده در حالی که میره. بعضی وقت در طیاره سوار شوین، امی تو حرکت میکنه، فکر میکنی که استاد است، در روی زمین است، در حالی که طیاره با یک سرعت روانه. میگه ازی فهمیده میشه زیایت که زمین حرکت میکند. این در عصر حدیث فهمیده شده، نو فعلا زمانی ما در قرن بیستی را کشف کردن که عصر مکتشفات مخترعات است، عصر مراکب فضایی سوار شدن، اقمار سنایی، قمرهای مصنوعی با میران به طرف آسمان. این ما داره رواد القضای حول الارضی که دوران میکنن امو فضا گردها که است در چار گرد زمین و میرسن به سطح قمر، حتی در سطح قمر محتاب. فحط تو مرکبت و ملی پایین میکنن امو مرکب و سواره خدانه، اونجا تا میشن سفینه خدانه. و صور لنا الارض، با زمین با ما عکسش میگیرن، از که میگیرن ای تو گرد است که تو یک حرکت داره. و این و تغرب و شرق و غرب شنشان میته و دوران میکنه دمی فضای بسیار واسع زمین، مثل که آفتاب دوران میکنه روشنی میته به اهل زمین و غروب میشه. پس در این آیت تتحدث عن دنیا، دنیا الله گپ میزند، نیست آن چیزی که گمان میکنه بعضی ها که از آخرت گفت، یا دنیا تا یعنی در دنیا کوا میره، به خاطر که جبال تنصف فی دنیا، در دنیا ریزه ریزه میشه و پیش از روز قیامت. و یسالونک کان الجبال فقل ینصفها ربی نصفا، دوم امور آخرت کلش حقایق است، در او ظنون و اوهام نیست که بگویا که گمان میکنی که طور است، یعنی کار دنیا است. تحسبها جامده، یعنی فکر میکنی که استاد است، غیر متحرک است، در حالی که در حرکت داره. سیوم دلیلی است که یتمر مر سحاب، سحاب مثل سیر سری میکند، مثل که ابرها میره. پس اینجا سیر و حرکت برش ثابت کرد. چهارم اخبار میتازی حرکت دائبه که میگرده از قدرت الله و ابدایش، ابدای الله، سن الله الذي اتقن كل شيء، این پیدایش الله است که هر چیز الله محکم کرده است. و خراب و حلاکت و دمار است که لا یسمی سنن ولا یصف بالاتقان، یعنی کسی که الله را سنتش و محکمیش قبول نکند بر او حلاکت است. پنجم حدیث شریف از بخاری مسلم میگه یحشر الناس یوم القیامه، در روز قیامت مردم جمع میشه، کل انسان ها، مؤمن و کافر، چه قسم جمع میشه؟ علا ارض بیضا، میگه در یک زمینی که سفید است، افرا هیچ چیز ندارد، که قرصت نقی لیس فی عالم لاحد، مثل یک قرص پاک که هیچ که نشانه ای در اون نباشه، همیتو یک سنگ لش ماری، همیتو مردم جمع میشه، اشاره میکند که کوها وجود نمی داشته باشه در روز قیامت. نال میگه ببین کتاب ما را حرکت زمین حقیقتا علمی، قرآن را ثابت کرده، حرکت زمین دورانش یک حقیقت علمی است، قرآن را ثابت کرده است، دلایل بسیار وسیع در اونجا ما بیان کردیم. آیا این کسایی که میگن نه قرآن زمین نمیگرده است، پیش خود گم میزنن، قرآن رد نکرده ایره، بلکه اینجا فهمیده میشه این دلایل که بله، یعنی میبینی کوهاره در حالی گمان میکنی جامد، در حالی که روان است مثل ابرها، سن الله الذی اتقن کل شیء، سن الله یعنی این صنعت الله است، یعنی پیدایش فعل الله است، فعل بدیع الله است، صنعت یعنی کار الله که بسیار بدیع است، ناشناس، الذی آن ذاتی اتقن کل شیء، که محکم کرده هر چیز خلقش، خلقتش را و دایی مانده حکمت ها را، اون چیزی را که دایی ماندگی است. این نو خبیرون به ما تعملون، بدون شک الله خبردار است به ما تفعلون، با اون کاری که شما میکنین، هیچ چیز از الله پنهان نمیشه، باز جزای شما را میتگه گناه کرده بودین،
الله به امرایتان میفهمد. خیر باشه، سیر شر باشه، جزا میته. حال حالت اشقیا و سیدا و نیکبختا و بدبختا را بیان میکنه در روز قیامت. من جاء بالحسنات فله خیر منها و هم من فزع یومئذ آمنون. هر کسی که بیاد به نیکی در روز قیامت حسنی از حسنات، یک نیکی باشد، فله خیر منها، برازی بهترش است. یعنی الله را تا ده چند زیاد میکند، به عمل کم بسیار ثواب میته، ثواب جزیل. مثلا کسی قرآن میخوانه، در حرفش ده ثواب است. نی این که در یک آیت صد حرف است، صد ضرب ده بکو، هزار ثواب الله میته. وای به او کسایی که قرآن نمیخوانند یا درس اینا توجه ندارند. و هم من فزع یومئذ آمنون، اینا از خوف و هیبت و روز خطرناک بزرگ به امن میباشند. کسی که عمل صالح قرآن یاد میگیره، عمل میکند، لا یحزنهم الفزع الاکبر، الله میفرماید که غمگین نمیکند اینا را هیبت بزرگ. عبدالله بن عباس میگه که من جاء بالحسنة فله خیر منها و من جا به سیبتی، کسی که به گناه بیاد، فکبت وجوم فی النار، سرنگون میشه روی زینا داتش، حل تو زون الا ما کنتم تعملون، و شما جزا داده نمیشن مگر و من جزایی که عمل کردین، جزای اعمالتان. یعنی اینا در یک نیکی به دعا ثواب داره، ولی با عقیده توحید، و اینا از حیبت روز قیامت به امن هستن. مثل که در دیگهش میگه که لا یحزنهم الفزع الاکبر، امی فضای اکبر ایا را غمگین نمی کنم، ای حیبت بسیار بزرگ. این مؤمنین از او حیبت به امن می باشند. و عبدالله بن عباس میگه سیعه چی است؟ سیعه شرک به الله. کسی که شرک کرد ایتونه که گناه کده باشه، با داتش بره. کسایی که میگن انسان به گناه کافر میشه، اینه میره دلیل میگیرن، مثل خوارج و معتزله. میگه یک گناه کردی، توبه نکردی، بر روی داتش میری، کافر میشی. میگه این میگه سیه. عبدالله بن عباس میگه نه، سیه ایجا به معنی شرک است، بخاطر کل نصوص باید جمع شود. این الله لا یغفر ان یشرک بی و یغفر ما دون ذلک. انسان بغیر شرک کافر نمیشه. شرک کرد و کسی که میاد در روز قیامت مسیع است، حسنه نداره، یا مسیع نیکی نداره، اینی آدم هم یا مشرک به الله است، این داتش میره، این بروی انداخته میشه، داتش بروی منکوس سرنگون میشه و مقلوب انداخته میشه، باید برشان گفته میشه به خاطر ملامت کردنش، این جزای عمل شما ظالماست که عمل کردین. برتان نگفته بودیم که در دنیا عمل نیک بکنین، قرآن یاد بگیرین، به مطابق قرآن عمل کنین؟ یا میگه گفته بودی، میگه برین دیگه در آتش بسوزین شما ظالما را. انما امرت ان اعبد رب هذا البلد الذي حرمها و امرت ان اكون من المسلمين ولو كل شيء و امرت ان اكون من المسلمين. آن الله پیامبرم میگه که بگو از برازیا بدون شک ما امر شدیم. به چی امر شدی؟ ان اعبده، این که عبادت بکنم، اطاعت بکنم فقط الله را. چه قسم الله را عبادت میکنی؟ رب هذا البلده، ای تو ربی را که خالق اینمی شهر است، ربی شهر، مالک، خالق عزیز. کدام شهر؟ شهر مکه بلد الامین. الذی حرم، ای تو شهری که الله را حرام، حرمت دادگی، شرافت دادگی است، حرم است، یعنی حرمت و شرافت دادگی است، که دهی خون ریختانده نمیشه، هیچ کس ظلم نمیکنه دهی و شکار نمیشود و خلای از این جدا نمیشود. لا یختلا خلا، یعنی حشیشش، امی نباتاتش قطع نمیشود، مثل که در حدیث ای آمدگی است. ولو کل شین، از برای الله متعال اختیار کل چی است، یعنی خالق مالک هر چیز الله، رب هر چیز است، خالق مالک هر چیز الله است. و امرتو، و ما امر شدیم از جانب الله، نکونه من المسلمین، اینکه شام از جمله مخلصین از برای الله به توحید منقاد امرش باشد. هر حکمی که الله میکنه تابعیستم، من سرکشی نمیکنم، یک ماموریت است. حال مردم ها را میگه اینی حکم الله است، عمل کن، هیچ میره و فقط کل هم و غمش دنیاست، فقط بگی به دنیا پیدا شده. حالا چند وقت هستی میموری، مردار میشی، با اطلاع دوستان رسانده میشی، زیر زمین میری. حالا میشه یک کاری بکو که آخرت جور شوه، یاد بگی اسلام، عمل بکو، 24 ساعت پشت دنیا میده، باز الله میتو ذلیل شام کده، دنیا رو برش نمیده. امی غریبا و فقیرا، دنیا هم از پیش رفته، دینا یا خسرت دنیا و آخره. در دنیا فقیر هستند، ذلیل هستند، در آخرت هم جایشان داتش است. قرآن یاد نمیگیره. غیر از دنیا چطور کنیم؟ کجا خانه جور کنیم؟ کجا موتر بخریم؟ چطور میشه؟ یک محفل هم که میرن پرسان میکنن کاروبار چطور است؟ شکر خدای الحمدلله، 24 ساعت هم کاروبار است، اینه میست. یک روز نمیگه عقیده صحیح است، قرآن یاد گرفتی، دعوت میتیانید، عبادت الله را میکنی یا نمیکنی؟
من در جایی که میرم هیچ پرسان نمیکنم کاربار چطوست. ده سوال از دین یا میکنم، بعد اگه یک سوال اورام کردم. شما میتون باشین، خب از کاربار مردم پرسان نکنین. یک نان نخوره خیر، ولی دیندار باشد. بمرد گشنگی یک شهادت است، ولی اگر بدین بود خوشکمش پر از برنج و پلاو بود، داتش را با چی میکنی؟ باید ما مردم نجات بتیم، مفاهیم تغییر بتیم. از این پرسان نکو کاروبار چطور، شکر شکر الحمدلله، چند تا بچه اونجا، چند تاش اونجا، خانگه که از خود دارم یک مترخ خریدیم، خوش شکر شکر، حالا کل گپ دینه میشد. صاحب 24 ساعت دنیاست. ما امر شدیم که منقاد حکم الله باشم. این ما و شما میه ماموریت داریم. و ان اطلب القرآن، دیگه من مامور هستم به تلاوت قرآن، بیان قرآن، قرآن صحیح بخوانم، قرآن با معنا یاد بگیرم تا که حقایقش آشکارا شد، به مردم قرآن بیان کنم. سعی که ماموریت رسول الله هم یک عبادت با عقیده توحید، دیگه امر شده که تابع منقاد باشه، دیگه امر شده که قرآن بیان کند. اینجا تلاوت افغانی نیست که لفظش میخوانه و معناش یاد نداره، اینجا بیان است. مثل که در سورت آل عمران و سورت بقره الله می فرماید که لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاتی. اینی است، ربنا و بعث فیهم رسولا منهم لیتلو علیهم آیاتی و یزکیهم. اونو است بیان قرآن، دعوت دادن به کتاب الله، و دعوت بدون علم نمیشه تا که علم حاصل نکنی. فمن احتدا فانما یحتدی لنفسی، هر کسی که هدایت قرآن قبول کرد، قرآن یاد گرفت، عمل کرد، چیزی نیست، این به هدایتش بر فایده خودش هست. قلبش به ایمان روشن شد، به ایمان قرآنی، و میوه هدایت قرآن گرفت، پس فایدهش بر خودش هست. و می خاطر رسول الله می فرماید طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین. علم قرآن طلب کردن، یاد گرفتن فرض است با بالای هر مسلمان. مرد زن است باید یاد بگیره، دیگه علم فرض نیست، قرآن فرض است. کی را یاد بگیری؟ مردم میره انجینری و طب و حقوق و جورناله می چیزا را میخوانه، چی به درد میخوره؟ این خوب به دنیایت به درد میخوره. اول چیزی که تو میشه بمری قرآن یاد بگی، نعمت قرآن را فراموش نکو. بعد در پالوش اگر دیگه چیزا را هم خواندی بخوان، او خوی یک کسب است و پیش است، کسب و کار است. و من ضل فقل انما انا من المنذرین، هر کسی گمراه شد از راه هدایت، و بالش عذابش با بالای خودش است. بله زینا بگو من فقط میترسانم شما را، یعنی من دعوتتان میتم و من رسالت الله را میرسانم، شما دلتان دیگه که چی میکنین عمل نمیکنین، الله کتان میفهمد. و قل الحمد لله سیوریکم آیاتی فتعرفونا و ما ربک بغافل اما تعملون. بگو الحمد لله، تمام صفات الوهیت است برای الله است که مرا نبوت داد، رسالت داد، منزله و مقام داده گیست. سوریکم آیاتی، زود است که نشان بتیم بر شما دلایل قدرت خود را، الله میگه زود است که الله نشان بده دلایل قدرت خود را. فتعرفون، شما میشناسین باز، شما کافرا و فاسقا در کنارهای آسمان در وجودتان، ولی پیش از این که شما نشانهای قدرت الله بیاد یا عذاب، ایمان بیارین. و ما ربک بغافل اما تعملون، نیست رب تو بخبر از اعمال بنده، بلکه به هر چیز حاضر است، میبینه و جزای هر کس مطابق حالتش میتهد.